برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر شجاعی، در رابطه با دلایل افزایش اخراج پناهجویان ایرانی از آلمان و واکنش سازمان‌های حقوق بشری به تشدید قوانین ضد پناهجویی در اروپا، لطفاً توضیحات خودتون رو بیان بفرمایید. ضمن عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و همه مسئولین و مدیران برنامه و شبکه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، ببینید، این فرایند یک امری است که در اتحادیه اروپا در توافقنامه جدید مهاجرت و پناهندگی به اصطلاح در 10 آوریل تصویب شد و طرح اولیه دولت به اصطلاح چپگرای معتدل اولاف شولز، دولت حاکم آلمان و ائتلاف یک مقدار سبکتر از و حتی نگرانی وجود داشت که آیا محافظه کارانی که در پارلمان اروپا وجود دارن این رو تایید میکنند یا نه. اما تغییراتی که در آلمان رخ داد و بالا آمدن حزب آفده آلترناتیو برای آلمان و اینکه بعد اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم راستگران افراطی در زاکسن و تورینگن رای بردن و در تورینگن وارد مجلس شدند و فضای کلی آراء آلمان و تغییراتی که کرده دولت رو اتفاقا از یک جهتی وادار به سری تغییراتی کرده که تو شاید حدی ناخواسته بود، چون بر اساس اصول حزب سوسیال دموکرات و افرادی که در ائتلاف دولت وجود دارند نه ضد خارجی بودن چندانی وجود داره نه ضد پناهندگی بودن وجود داره و حتی مسئله کارت شانس و یک سری تسهیلاتی که واسه نیروهای متخصص ایجاد کرده بودن خلاف این نشون میداد. الان هم در واقع ما میبینیم که اگر مثلا تو قراردادی که با ازبکستان بستن از یک طرف برای تسهیل ورود نیروهای متخصص ازبک، از یک طرف مثلا قبول به اصطلاح دیپورت افغان هاست. بنابراین دولت اتفاقا داره یک بینابینی رو بازی میکنه که هم آرا و افکار عمومی رو داشته باشه، هم اتفاقا ابتکار عمل رو از سوی احزاب راست به اصطلاح افراطی و ضد خارجی بگیره. اما خب در این حال مسئله فقط مسئله اخراج نیست، مسئله اینه که ببینید اولا تشدید قوانین دابلین، بله، دوم این تمهید که به کسانی که در مهلت دابلینشون هستن تا اینکه بخوان اعتراض به دابلین بزنن یا هر چیز کمتر احیانا کمک دولتی و سوسیال داده بشه به بعد، این مطلبی است که الان در مجلس وجود داره. سومین مطلب کنترل های مرزی جدیه که قبلا وجود نداشت در کشورهای حوزه شنگن و بعد این مطلب خیلی فجیع اینه که قبلا اگر به کسی محتوی ترک خاک داری بالاخره مدتی میتونست بمانه وکیل بگیره، الان دارن صحبت از بازداشتگاه های دیپورتی ها میکنن، مانند کمپ های مثلا اصطلاحا دیپورت داوطلبانه در ترکیه و این واقعا یک مطلب نگران کننده است، به خصوص در مورد ایرانیانی که به خاطر اعتراضات سیاسی و مسائل سیاسی آمدن. بله. و اینکه انجمن به اصطلاح پرو آزول، فقط پرو آزول هم نیست که این اطلاعی رو ببینید، پرو آزول همراه با انجمن حمایت از پناهندگان برلین و عرض کنم که شوراهای پناهندگی ایالتی، درخواست پرو آزول هم یک درخواست خیلی واضحیه و اون اینه که هر ایالتی به تنهایی میتونه در مجلس ایالتی به اصطلاح توقف روند دیپورت رو خواستار باشه، کما اینکه مثلا در سال 2022 و 2023 مثلا بادن-ویرتمبرگ و مثلا نوردرن وستفالن این دو تا ایالت این کار رو کردند و اینکه الان در واقع این حرکت یک حرکتی است که نیازمند همبستگی و در همین چارچوب تغییر قوانین هم باز مجالس ایالتی در صورتی که تلاش کافی بشه میتونن جلوی قصه رو بگیرن، کما اینکه جلوی دیپورت دو تا خانم فعال سیاسی و مدنی در ماه گذشته و یک نفر دیگر مرد ایرانی در ایالت بایرن با همون سر و صداها و تلاش های مدنی جلوگیری شد ازش و بنابراین سخنگوی اتفاق همین پرازول خانم سپهری همین مطلب رو توییت کرده که مثلا این همبستگی و کار رسانه‌ای باز میتونه با وجود تغییرات قوانین از حقوق ایرانیانی که در آلمان به صورت استاتوس پناهندگی یا پناهجویی دارن رو تقویت بکنه و ازش بگیره. بله. ممنونم از شما دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان.